بریم. بسم الله. به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترمتون. من داوود رفعتی هستم، کمک داور بین‌المللی سابق. ولی خیلی خوشحالم که الان تو برنامه مدال به عنوان یه پرسپولیسی دارم میام. آره دیگه، انقدرم سخت قرمز گیر میاد. ماشاءالله همه پرسپولیسی هم قرمزا تموم شده بود همه چی. همیشه آبی، اصلا فرق نمی‌کنه که مال امروز نیست، مال همیشه است. حتی رو به کری خوندن و اینجور چیزا که خب مزه دیگه ای داره، ولی کلا واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم اینه که علاوه روی روانی استقلالم تیم، یعنی از توی سطح بالایی به 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 آقای برومند هربی چی آبی پوشیدی باز دوباره؟ نه اون قرمزی که پوشیده کوفتش میشه. به خاطر اینکه استقلالی هم امروز هم یه روز به خصوصیه و دوست داشتم همگان بفهمن که آبی هستن. میدونی چیه، من به امید آقای میناوند اومدم، برای اینکه ما تو خونمون کلن خانوادتن همه پرسپولیسی، مثلا هیچ وقت کری نخوندیم، همیشه نشستیم خیلی آروم نگاه کردیم، تشویق کردیم، مثلا کری خوندم بلد نیستم. دو یک کی؟ استقلال. میخوام بدیم دو یک چهار هیچ چهار هیچ چهار هیچ نظر من 2-1 کی؟ اکتیجه فوتبالی سمری سوال داره. بازی شرط خودشو داره، نمیتونیم پیش بینی کنیم که از قبل چه نتیجه رقم میخوره. این تیم اگه یه تیم اول باشه یه تیم آخر، بازم شرایطش سخته. برگزاری مسابقه کلا و قضاوتش سخت، ولی من فکر میکنم بازی مساوی بشه. فقط چیزی که تجربه داشتم تو دربی این بوده که به بازی قبل به کجای جدول قرار داری اصلا به این بازی ربطی پیدا نمیکنه. دیشب اردو پرسپولیس بودم، ولی باز میگم دیگه، اون تونل رو که میای بالا و تو زمین قرار میگیری، هر کسی از شانساش استفاده بکنه و انرژی بهتری داشته باشه، کنم برنده بازیه. به نظر من استقلالی ها الان انگیزه شون بیشتره، چون پرسپولیس چه ببره چه به بازی که قهرمانه، خیلی اصلا بازی میکنن همینجوری، ولی خب با این حال بازم پرسپولیس میبره. نمیدونم چرا احساس میکنم تساویه. امروز احساسم اینه که تساویه، ولی تا مثلا 10 روز پیش فکر میکردم که 2-1 میبریم. خیلی میخوام بهشون تخفیف بدم که حالا دیگه زیادم نگن غیرتیه. 2-1. پوشش کامل نتایج و حواشی بازی‌های فوتبال همیشه از اولویت‌های اصلی مدال بوده. از تابستان 96 بخش پیشبینی به مدال اضافه شد و از همون اول رقابت شدید و هیجان انگیزی بین کاربرا راه افتاد. شما توی مدال میتونید بازی‌های لیگ محبوبتون رو در هر هفته پیشبینی کنید و برنده جوایز باور نکردنی مدال باشید. داستان اینجوریه که اول لیگ محبوبتون رو انتخاب می‌کنید، بعد مسیری پیش پاتون قرار می‌گیره که پیشبینی‌های شما رو نشون میده. هر چی تعداد پیشبینی‌های دقیقتون بیشتر باشه، شانس بیشتری برای میلیاردر شدن دارید. درست شنیدید، جوایز مدال از 100,000 تومان شروع میشه و تا 1,000,000 تومان هم پیش میره. و بهترین قسمتش هم اینه که این جوایز بدون قرعه کشی داده میشه و فقط کافیه امتیازات لازم رو به دست بیارید. فرشید باقری، بازم بازیکن استقلال، ثابت پسند، امید ابراهیمی، پاس خوب برای سید جبرو، فقط یه بازی دارم میارم به سمت راست. آقای نور انجام بس شجاعی خود شجاعی. نه بابا، اینو بزن سر جود. من میذارم سر تو، میذارم سر تو. آره چون چپ پاره. برادرم خب 2 سال با من تفاوت سنی داره، استقلالی بود. آقای حجازی اون موقع هنوز بازی میکرد. یه جورایی به عشق آقای حجازی در واقع استقلالی شدم. بعدا مثلا بازیکنان که خیلی برام جذاب بودن و دوستشون داشتم تو استقلال، مجید نامجو مطلق بود. حالا سالهای بعد مثلا فرهاد مجیدی. همجوری پیش رفت و ریشش خیلی قدیمیه. 35 ساله که استقلالی هم. همه بازیکن ها تاثیرگذارن، ولی فرشاد احمدزاده برای من یه شکل دیگه است، چون شجاعت داره و علیپور هم من فکر میکنم که این انگیزه کافی رو داره، به دلیل اینکه میتونه رقم گلاشو توی دربی بالا ببره. من احتمال میدم که 70-80% بازی مساوی بشه، ولی بازی خیلی خوبه مساوی، و اون 20%
20% هم فکر میکنم که استقلال چون به لحاظ روحی روانی و به لحاظ روند نتیجه گیری بهتر داره عمل میکنه، هم تو لیگ هم تو آسیا. من فکر میکنم که استقلال اولین اوت تو پرسپولیس میندازه. حالا فکر نکردم از من میشه. آره فکر میکنم محمد انصاری اوت اول، یعنی بازی به سمت چه دروازه اول. خب این بستگی به شیراخت داورم داره. من فکر میکنم اگه نورافکن بازی کنه اومد بر پرسپولیس. اوت اول فکر میکنم استقلال میندازه. گوریا غفوری از راه میرسه به ارتباط رو قطع میکنه. دیاروش شجاعیان هم خوب گل میزنه، هم در کار هجومی خوب شرکت میکنه و راضی از عملکردش قطعا آقای شفر. اوت ببین اول اوت گفتم برای محمد انصاری. آب بدین خدمت آقای مینوند. خانم صالحی چطورم؟ متشکرم. متشکرم. بله. 25. پای نواد بهش ندی. اصلا فشارش میره بالا. این شکلی با گریه کردن. اینجوری من تومانی با گریه. آخر بازی. حرکت میکنه خود بشار اصلا از راست به چپ میاد پاسداری وحید امیری علی علی پور چوب میزنه و حالا خطای گوریاست. یه لحظه برخورد داشت گوریا. قفوری گام کورنر پرسپولیس. من فکر میکنم که میره رو دروازه پرسپولیس. اولین کورنر رو وحید امیری. اولین کورنر رو من فکر میکنم امید ابراهیمی میزنه. خواهد بذاره تو بیرون بره و میکوبه پای خود بازی کنه پرسپولیس و بعد کورنر هست. بله بله اشتباهی کردی. عجب شو چیزه واقعا. من به نظرم بهترین چیزی که هست بمونیم و ببینیم کی گریه میکنه دیگه. درست شون چون احتیاج داره بدنت به آب احتیاج داره. چون گریه میخوای بکنی بخور چایو. ما بس که آدم با غیرتی هستیم چایو برای نشون دادن با غیرت هست اون همیشه برای حدیدم گریه نمیشه احتیاج چایو. من گفتم تو قهوه فرانسه تو آرام گریه نکن. آرام بخش آرام گریه نکن. چشمی جبران می‌کنن دوباره خود استقلالی‌ها گوریا قفوری. نه این دفعه که مطمئن باشن گریه‌شون رو در میاریم، ولی دفعه پیشم که گریه کردم از تعصب غیرتمه، وگرنه که هیچ مشکلی نداره. بازم اگه که شاله که پیش نمیاد برای این بازی که قطعا پیش نمیاد، ولی اصولا برای تیمم گریه که سهله. ایران چه میخواه یه دست سفید پوشیده الان شده تو دروازه است که لیزه من تشخیص نمیدم یه جهازاتی کجای دروازه است. نه واقعا نه خواهشن در مورد تیم قدوس آقا لباسش آقا نگیر آقا قدوس نداری بگیر آقا دوست نگیر آقا به دروازه به شما ربطی نداره آقا به دروازه اونو گیر میگیر خودت. ولی من فکر میکنم که هر دو تا تیم گل دارن. ای بابا آخه آقا برنگاه از الان داری گلیم کنیم. نه فرشاد اصلا یکی از آدم هایی که روشت توی حساب کنی فلات فوتبالی واقعا روش بازی ها کنیم. مودی بونه ایشکی نبود بزارم. گفتن آقای میناوندم تو گروه منه. گفتم خب پس من هرچی هم ساکت باشم آقای میناوند هست جواب هم ساله ای رو میتونه بده. توپا گم کرد خیلی خوب گرفت. من نمیدونم، فقط من میدونم هر کی گل اول بزنه اتفاقا هیجان بازی خیلی بیشتر میشه. دوست دارم تو نیمه اول یه دونه گل یه تیم بزنه، فرق اصلا نداره. اصلا خطا نبود. حالا که بازی خوبی باشه، اول سلامتی باشه برای همشون، هیچ اتفاق خاصی نیفته. فشار قرار دادن توی دقیقه استقلال باز کنی پرسپولیس. کدوم تحت فشار چی میگه این؟ بابا 4 دقیقه چه تحت فشاری؟ 4 تا توپ گرفته بود ایجاد تحت فشار چیه؟ انگار مثلا یارو فوتبال نگاه نمی‌کنه تا حالا. کلا نرفته. اصلا نرفته باشیم که ربطی داره. ما قهرمانیم و 19 امتیاز فاصله داریم. بردی تو این فاز دوباره. آره دیگه نرفتی این فاز. من می‌خوام ببرم تو این فاز، من یه فاز میام برات. آقا 19 باید کارا رو در بیارید. ما مربی اون حرفه‌ایه. ببین بی جنبه یه سال اومده رفت اینجوری شده هی دل میگی. دو سه سال الان بهترین تیم ایرانی. خدا میزنه بهتون.
مدال کاملترین اپلیکیشن ورزشیه که توی اون میتونید همیشه در مورد اخبار همه ورزش‌ها بروز باشید. فوتبال، ورزش‌های رزمی، والیبال، تنیس و چندین ورزش دیگه. هر روز با محتوای اختصاصی و زنده پوشش داده میشه و شما را از داشتن چند منبع خبری بی‌نیاز می‌کنه. شما میتونید توی مدال نتایج زنده رو دنبال کنید. ویدیوهای جالب، طنز و اکستریم اسپورت رو ببینید. توی لیگای مختلف بگردید و پخش اختصاصی برنامه محبوب مدال شو با مجریگری مهرداد میناوند رو هر هفته دنبال کنید. در آخرم با پیشبینی‌های دقیق خودتون بدون قرعه کشی برنده جایزه تا 1,000,000 تومان بشید. درست شنیدید، 1,000,000 تومان. هرچه تعداد پیشبینی‌های دقیقتون بیشتر باشه، شانس بیشتری برای میلیاردر شدن دارید. بهترین قسمتش هم همینه که هیچ قرعه کشی در کار نیست. پس منتظر چی هستید؟ همین الان اپلیکیشن مدال رو دانلود کنید و پیشبینی خودتون رو ثبت کنید. چرا شما برنده نباشید؟ قرارم شد که هر جا کم آوردیم فوش بدیم. آزاده، فوش آزاد. نه ولی واقعا فکر می‌کنم که تو فضایی که مثلا حال دوربین داره ضبط می‌کنه بازی رو دیدن خیلی استرس داره. شاید اون گریه اون سال منم بیشتر به خاطر همین بود. شما وقتی که دارید حالت عادی تو خونه بازی رو می‌بینی، مثلا من تمام حسنای رو مبلا وسطه، یعنی انقدر پرت کردم این بر اون بر رو داد زدم عوار زدم، این که خالی میشه این انرژی. ولی وقتی که یه حد هی مواظبی و هی خود کنترل میکنی و اینا، تش یا به گریه ختم میشه یا به کتککاری. حالا بعد ببینیم تا این بازی به گریه کدوممون ختم میشه و به اینکه 20 سال مثلا رفاقتامون رو چیکار میکنیم آخر بازی. آقا چه کمی بیارم؟ هی میگه آقا ما اینور نیومدیم، ما فشار داریم میاریم. حالا ما معنی فشار هم فهمیدیم. آزادیش بازی بازی خوبه. میگه فشار درصد مالکیت تو کجا جدولی؟ میگه درصد مالکیت تو باز رفتم به تناب گوسیده گذاشتم. تناب گوسیده 3 سال تو این تناب گوسیده بالای جدولیم. کلتون درد نگیره؟ هی بالا رو نگاه کردی؟ اون تا الان که خوشگل نبوده. تا الان که نبوده خوشگل. به نظر من آقا گریم آورده چیزایی که خانم ساله گریه میکنه از صورتش اذیت بشه. خب خدا رو شکر. قطعاً اون که گریه شما این خدا رو شکر. خانم از دستش بر نمیاد. الله اکبر. یکی از آقایون اگه میشه یه کمکی برسونه. پلیس گرفته میشه. ببینم تو زمینه کری نکنی. آقا پس اگر کری نکنی آره مجازه. آقا فرقش هم میکنی؟ فقط یه چیزی آوردم برای خانم صالحی. من یه شال قرمز آوردم چون بعد بازی خب ما میبریم جشن میخوایم بگیریم، تممون قرمز، گفتم تممون خراب نشه، اینو نگاشم برای خانم صالحی بعد بازی بدم سرش کنه. هر کی گل اولو بزنه برنده بازی میشه. من فکر میکنم که استقلال میزنه. اومده شاید داره ای وای. خب گفتی میاد رد میشه، حالا اومده خوب گیره. خب باشه، برای نیمه دوم اومده. سرجن فاروق پای چپ میفته داخل محوطه برای محمدی. اومده آره دیگه اومده که نقال من نهی بازه بزن جانم احبه بازی قشنگ چیزه آره این به امیر بگو، به امیر بگو که خود بزنن گرسال بلند روی دروازه زمین سری که اونجا میتونه بزنه. اما چه فرصتی رو از دست دادن بازیکن‌های پرسپولیس. خود شجاع خلیل زاده نزدیک بود دروازه رو باز بکنه. خب درسته تماس گرفته. حالا که چیزی نداشتش یه دقیقه گرفته. کمال جنین فاسمو که لبخند یعنی. الان دقیقه کافی بود. سوت میزنه. صد نزدیک اصلا به جایگاه ویژه. این الان خب آقا جنبه داشته باشین این چند تا آقا این خوشحالی یا جنبه این کوری نمیخونه که براد آقا خوشحالی داره میکنه خیلی هم طبیعیه خفش میکنم با هم آخر بازی اون آقای میناوند اینجوری خفه کرد آقای میناوند چند دوست داشتم از این بازی نشه حتی آقای میناوند بولیز اصاب نداری نه حتا نباید این کاری میشهدی دیگه بابا جمعه اصابی کی نده برش والا من توی پرسپولیس فکر نمیکنم کسی به پای آقای میناوند برسه ایشون تو کره خوندن واقعا متعبر هستن یعنی واقعا مهارت خاصی دارن توی مهمانت دیگه تون هم فکر میکنم خانم صالحی از کجا میارم با این کانتینو اونجا
ببین اینا آگاهشون نکردن. یارو اونجا سلام میگه با این کار تو خوب میخوای مثلا کارتون رو درست هم بکنیم. آره یعنی چی الان حرکت سر همین جریان محرومی ما میدونستی؟ آخ چرا این دیگه خب مثلا که چی الان پرت کنیم؟ قشنگ دارم میزنم همساله دوستمه اصلا دلم نمیاد ولی میدونم که اون الان میاد کری خونده اصلا استقلالی ها ماشالله اصلا خیلی رو دارن اصلا نمیشه باشون زیاد کلکر کرد یعنی آرتی دیگه هستی باکتر بابا ول کنی راه توب داره میره اوت توب داره میره اوت اصلا اوت اینا رو ولش کنی شما اگه دستش اینطوری بود باز بود ولی دستش اینجا است اصلا چیکار کنه این دستو دیگه ول کرده دستت که میتونم بیام بالاتر این خطریه علی بوز بیاره به سمت راست برای فرشاد احمد داده اضافه میشه اونجا حسین ماهینی میشا تو میخوان اصلا بیاره در بازباری نه منشا زمین میشا برای آجوه خطا خطاست اونجا آفساید میشا کنم نه نه باید ببین الان باید یکی بگه یه تعویضی بکنه یه چیزی یه اتفاق رو باید بیفته که از این وضعه بیارتشون میگه شاید توپ برسه که موفق نیست مهاجم این تیم استقلال هم 38 آره مامتیان خواهد شد توی اون داده اینم داره برمیگرده میده به اون تو رد میشه خوب میده ولی امیده ابراهیم نه سان خوب بشه تو بابا با بغل پا بزنیش که جلوت نیست بابا بده بیا ماهینی علی علی پور بده دو بس کنه استرلا بده بده احمدزاده برای علی علی پور گوشه زمین استانشوی دروازه روز به چشم برگرد میده توپ احمد نوراللهی تا به خودش میاد بازیکن استقلال خوشی زد و توپ دور شده سر گاردی منشا کنترل علی پور بیاره به سمت راست برای فرشاد نگاه کن تو رو امام حسین آقا خطا دیگه کفا دیگه از این بازهتر خودش هم سریع بلند میشه اون حمله تیم استقلال در راه هست بوریا قفوری بده بهش دیگه بابا صادق محرمی حالا ارسال بلند روی دروازه ضربه سر منشا توی اون شلوغی یک ضربه سر خطرناک سه جرم حسینی بابا زود باش برو بکار دیگه 8 ثانیه منشا یه حرکت ده کنترول حسینی هم اونجا داخل محبتی جریم استقلال بود پنج دقیقه تمام به آخرین تلاش فرسوسی آزاده محرمی محبتی جریم شلوغی ها مدافعان استقلال موفق هستن و خطا روی روز به چشمی گرفته شد درسته سهرابیان یه ارسال داخل محبته گل دوم برای استقلال نه چه دروازه خالی رو تمام تمام مبارک باشه خسته نباشید. خانم صالحی امروز شما مهمان برنامه مدال بودید. بازی چطور بود؟ بازی رو هم که برد. خیلی خوب بود. نتیجه هم گرفتیم. خب واقعا خیلی خوشحالم. تقابل با خانم حساری و آقای میناوند چطور بود؟ خیلی خوب بود. ما رفیقیم قبل از همه حرفا. درسته که فوتبال خیلی جذابیت داره، کلکل داره و این ماجرا، ولی دوستیم با هم دیگه. اصلا شک نداره دوستای قدیمی با هم دیگه. اینم یه بازیه که خیلی هیجان داره. بعد و بیشتر دوستام قبل بازی کری بخونم، بعدش وقتی نتیجه میگیره برای دل یه عده یه جورایی ناراحت میشن و اینا. بهتر آدم با احساسات آدم‌ها زیاد بازی نکنه. یعنی الان به خاطر حال خانم حساری چیزی نمیگی؟ اصلا به خاطر
خاطر هم دوستم هم بقیه کسایی که به هر حال این وقتی یه بازی برد و باخت داره اونا که میبازن ناراحت میشن قبل بازی چون نتیجه رو نمیدونیم شور و شوق داره، ولی بعد بازی ترجیح میدم که بگم که بازی برد و باخت داره، حالا ایشالله یه بار یه ما با میبازیم یه بار اونا میبازن و اینکه همه با هم دوستی. من باز هم از شما سوال دارم خانم حصاری، شما نظرتون چیه؟ من دیگه ما که صدر نشینیم کوری بعد ولی عادتشون در هر شرایطی کوری میخونه فقط از دان تایشون نمیشه اشکال نداره دیگه. خیلی کیف دادین که بازی رو دور هم دیدیم با هم دیدیم، خیلی خوش گذشت. خانم حصاری شما میدونستید که میتونستید برنامه با نصب اپلیکیشن مدال پیشبینی کنید و بدون قرعه کشی برنده بشید همین نتیجه همین بازی رو؟ نمیدونستم ولی الان فهمیدم مثلا که جایزش هم خیلی خوبه، شنیدم که 1 میلیارد تومان نه ریال، حتما یه دفعه شرکت میکنیم. شما چطور اگر پیش بینی میکردید فکر میکردید یک هیچ بازی رو پیش بینی میکردید تو با اپلیکیشن مدا؟ هیچ پیش بینی کرده بودم، 2-1 پیش بینی کرده بودم، ولی خب یه ذره ریتم نیمه اول بازی چون شل بود شاید میتونست مثلا 2-1 هم بشه، ولی خب به هر حال نتیجه رو فکر میکردم که استقلال میبره. من امیدوارم همیشه موفق باشید، هر دو بزرگوار زحمت کشیدید، مدال برای شما روزهای خیلی خوبی را آرزو میکنه. ممنون شما. پوشش کامل نتایج و حواشی بازی‌های فوتبال همیشه از اولویت‌های اصلی مدال بوده. از تابستان 96 بخش پیشبینی به مدال اضافه شد و از همون اول رقابت شدید و هیجان انگیزی بین کاربرا راه افتاد. شما توی مدال میتونید بازی‌های لیگ محبوبتون رو در هر هفته پیشبینی کنید و برنده جوایز باور نکردنی مدال باشید. داستان اینجوریه که اول لیگ محبوبتون رو انتخاب می‌کنید، بعد مسیر پیش پاتون قرار می‌گیره که پیشبینی‌های شما رو نشون میده. هر چی تعداد پیشبینی‌های دقیقتون بیشتر باشه شانس بیشتری برای میلیاردر شدن دارید. درست شنیدید، جوایز مدال از 100 هزار تومان شروع میشه و تا 1 میلیارد تومان هم پیش میره و بهترین قسمتش هم اینه که این جوایز بدون قرعه کشی داده میشه و فقط کافیه امتیازات لازم رو به دست بیارید. آی بروبند، امروز مهمان برنامه مدال بودید، بازی چطور بود؟ به نظرم بازی نیمه اولش خوب بودش، من نیمه دوم رضایت بخش نبودش. استقلال میتونستش حملات رو بیشتری بکنه چون به نظرم سرتر بود، میتونستش نتیجه رو بهتر از این بگیره ولی خب نکردن. حالا نمیدونم طرز تفکر مربیشون چی بود. شما کنار یک پرسپولیسی متعصب به نام مهداد میناور نشسته بودید، بله. نظرتون چی بود؟ چه ریاکشن هایی داشتید؟ چه استرس داشتید؟ هر حال حالا من سعی کردم که جو رو آروم بکنم، مهداد هم یه مقدار آروم بکنم، ولی خب تعصب استقلالی پرسپولیسی بودن به جای خودش. ما با هم دیگه دوتا رفیق و دوست و یار هستیم همیشه، حالا توی بازی های ملی هم بوده، الان هم که دیگه فوتبال بازی نمی کنیم خارج از فوتبال با هم دیگه دوتا دوست خیلی خوب هستیم با هم. اپلیکیشن مدال برای افرادی که درست پیش بینی کرده باشن بازی های این هفته لیگ رو یک جایزه داره، شما می دونستید این رو یا نه؟ صرف این که مهمان ما بودید متوجه شدید؟ من اینو نمیدونستم تا الان، بعد از اینکه اومدم اینجا متوجه این موضوع شدم که این اپلیکیشن این جایزه رو گذاشته، خیلی جایزه خیلی خوبیه. آقای برومند، شما در جریان هستید که جوایز اپلیکیشن مدال پلکانی هستش، جایزه 1 میلیارد تومانی برای افرادی هستش که بیشترین پیش بینی رو میکنن توی اون هفته و پلکانی میاد پایین، شما اینو در جریان بودید؟ نه نمیدونستم، الان خب اینم یه ذره بهتر شدش این وضعیت، ولی خب چون کلن من الان به مرتا دوست عزیزمم گفتم من پیشبینی میکنم بازی ها رو، بازی های خارجی رو پیشبینی میکنم و اکثرا درست در میاد، دارم به نفع کار میکنم. آقا مصاحبه فوتبالی نیست، مصاحبه مدالیه. بهتر بازی کردیم، واقعیت قضیه خودتونم باید قبول کنین و نتیجه هم با ما بود، مبارکمون باشه، ولی این دلیل نمیشه که ناراحت نمیشن برای پرسپولیسیا. اینم نمیگم که کمتر فوش بدن ها، چون قاعدتا الان فوش میدن همه، ولی به خدا از باختن هیچ تیمی هم ما خوشحال نمیشیم، یعنی از برد خودمون خوشحال میشیم ولی از باختن تیم مقابل هم خوشحال نمیشیم، یعنی از ناراحتیشون. و اینکه آقای میناوند قرار بود که ما رو له بکنه، نشد، خودش له شد، به صورت لهی از اینجا خارج شد. نیمه دوم بازی من حساب
حالشو کردم، گفتم جوون سکته میکنه و اینا، به خاطر همین کمتر باش کلکل کردم، گفتم که در مراعات حالشو بکنم و اینکه بعد در نهایت همه با هم دوست رفیقیم. آره متاسفانه باختیم. خب گفتم من اول بازیم فکر میکنم استقلالی ها انگیزه شون بیشتر بود برای برد و واقعا خب بیشتر زحمت کشیدن، بیشتر دویدن واقعا. بالاخره فوتبال یه طرفش برد یه طرفش باخت، ولی اینکه پرسپولیس توقع همه تماشاچی ها از جمله خود من خیلی بالا رفته، صدا هم میگه واقعا در نمیاد، ولی تبریک میگم به تیم رقیب. از اولش هم گفتم هر اتفاقی که بیفته بالاخره فوتبال دیگه، برندش مردمن و اینکه خیلی ناراحتم. آره شالش برگشت خود خانم ساری بود و شال قرمز بود، میخواستم مثلا امروز به منو متحول کنن و این حرفا، که خدا رو شکر خودشون با سرشکستگی تمام استودیو رو ترک کردن. آره آره یه شال قرمز که گفتم آورده بودم تممون خراب نشه، ولی خب مثلا اینکه آروم ریز بعد بریم خونه. نه من داشت واقعا ملاحظهش کردم بعدشون، دیدم واقعا حالش بده و اینم طبیعیه ها. من فکر کنم خب مثلا همون موقع که من سر اون دربی که 4 تا گل خوردیم واقعا گریه کردم، این عصبیت هم طبیعیه. یعنی حالا ما خانوما وقتی عصبی میشیم و ناراحت میشیم خیلی گریه میکنیم، آقایون خب داد میزنن و خیلی رگای گردنشون کلف میشه. اینه که طبیعیه به نظر من، اینا تعصب و غیرت و دوست داشتن میاد و به نظرم عادیه، ولی یه جایی خب آدم نگران طرف مقابل میشه، یه وقت به سلامتیش لطمه نخوره، نتیجتا یه ذره باید مراعات کرد. کسایی که آدم میدونه انقدر متعصبن بهتره یه ذره نرمتر باشون. خب دیگه تیمی که الان دیگه شوخی نیست، هر تیمی که بیشتر بدوه، بیشتر انرژی بذاره، بیشتر زحمت بکشه میبره. البته گلشون هم خیلی گل قشنگی نبود، یه ذره تصادفی بود، ولی نه واقعا بهتر فکر میکنم بازی کردن. تو رو خدا فوش ندین دیگه، این بازیه که ماها اهل فوتبالی و طرفدار فوتبالی و این کلکل و کری و اینا رو دوست داریم، خانواده هامون رو وسط نکشیم تو رو خدا. زیاد شاید مثلا خواهرها، مادرها، عمه ها، خاله های ما یه علاقه به فوتبال نداشته باشن، بنابراین اونا رو وسط نکشین، بذاریم خودمون با هم دیگه صحبت میکنیم. نهایتا دیگه خیلی خواستید نتونستین خودتون کنترل کنین، فقط مستقیم به خود اون آدم طرف مقابل، به همون فقط، خانواده رو وسط نکشین که نامردیه دیگه. آقای میناوند دیگه اصل پرسپولیسیه دیگه، نمیشه کارش کرد. یه اشتباهات عجیب غریبی ما کردیم و این اتفاق افتاد که ببازیم، البته چیزی رو ما دست ندادیم به دلیل اینکه ما بازی رفت 1-0 بودیم، بازی برگشتم 1-0 باختیم. و خانم ساله دیگه هستن دیگه، الان بردن خوشحالم هستن، فقط زغمگ نشه یه موقع خدایی نکرده. و تبریک میگم به هواداره استقلال، تبریک به تیم محبوبم و طرفداراش، تاج سابق و استقلال کنونی، ایشاله که همیشه بدرخشید و مثل یک تاج بالا باشید.